السلام علیکم تماشابینان عزیز. برنامه نوبتی تحلیلی سیاسی امنیت و جامعه است از استودیو مرکزی شبکه تلویزیونی ولایت سوخت. ما امروز میدونیم که در جامعه جهانی یک ویروسی است که بیش از 196 دولت دنیا به این مبتلا شدگی هستند و این هم ویروسی تاجدار یعنی کرونا ویروس میباشد که بیش از 1.4 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شدگی هستند که این عمر موافق است به سنه 8 اپریل سال 2020 و با مقصد پیشگیری و فهمانیدن راههای پیشگیری از این بیماری بین مردم ما به استودیو مرکزی شبکه تلویزیونی ولایت سوخت دعوت نمودیم کارمندان ریاست تندرستی ولایت، عالمان ساحه، روانشناسان، ژورنالیستان شناخته ولایت سوخت و همزمان دانشجویان و آموزگاران کالج طبی شهری خوجند. به معلومات شما می رسانیم که چند روز قبل در بین مردم یک معلوماتی بردروغی هم گوییم پهن شد که گویا که همین بیماری واردی تاجیکستان شدگی باشد و این توانست که بین جامعه ما یک تهلوکه را به میان آورده باشد و ما می دانیم که همین حادثه علاقه دویومین مراتبه می شود که جمهوری تاجیکستان ما را خلق عزیز ما را به یک تهلوکه می آفرد. لیکن خوشبختانه امروز تا همین روزی که ما هستیم انا همین بیماری در تاجیکستان ما به قید گرفته نشدگی هست و با می خواستیم امروز وضع جهان و وضع تاجیکستان که یکی از اولین کشورهای می باشد که بابت پیشگیری کردن از همین بیماری شدید کرونا ویروس تدبیرهای مهم عملی اندیشید و ستاد جمهوری زیر رهبری سروزیر جمهوری تاجیکستان تاسیس داده شده است و ما یکی از سببهای پیشگیری نشدن شهروندان جمهوری تاجیکستان به همین بیماری را محض از همین اقدامات سری وقتی حکومت جمهوری تاجیکستان زیر رهبری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون می دونیم. سر اول استاد می خواستیم نظر شما بابت وضعیت جهان و وضعیت کشورهای به ما همسرحد و وضعیت تاجیکستان آید به همین مسئله مرمد. خیلی که شما علاقه گفتید در بسیار دولت های جهان و دولت های همسایه ما این نمودی نوی کرونا ویروسی کووید 19 به قید گرفته شده است و اینچنین در جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری انتقال کرونا ویروسی کووید 19 کارها طبق نقشه ای که ستاد جمهوری ستاد ولایتی تصدیق کرده است طبق اون عملی گردیده شده است. کارهای پیشگیری کننده یعنی بی ضرر گردانی همچنین کارهای فهمانده دهی انجام داده شده است و خوشبختانه در ولایت و در جمهوری تاجیکستان یگان حالت های سیرویابی با نوی کرونا ویروس کووید 19 به قید گرفته نشده است. بله سلامت باشید و ما میدونیم که وقتی که وضعیت جهان میگویم البته این ویروس در خطای وقتی که جمهوری مردمی چین پیدا شد امروز خطای از عمر خیلی در جایهای پست می ایستد، یعنی از خطای علاقه ما میدونیم امروز در جهان ایالات متحده آمریکا امروز در جای اول می ایستد و بعد از اون اسپانیا امروز از ایتالیا گذشت، اسپانیا و ایتالیا جمهوری اسلامی ایران و امروز مردمی اروپا و مردمی سیاره از ان همین ویروس رنج میکشند و ان همین ویروس تا کجا میتواند به حالت روانی انسان تاثیر رسانده باشد، چون که ما امروز میبینیم تمام رسانه ها تمام شبکه های تلویزیونی داخل و خارج کشور مخصوصا خارج که امروز کرونا ویروس در آنجا خیلی زیاد پخش شده است تنها و تنها در باره امروز ان همین کرونا ویروس سخن میکنند. واقعا بیماری کرونا ویروس امروز تمام جامعه جهان رو به تشویش آورده است و انسان هم که همه چیز رو درک میکنند ادراک میکنند البته با پسیکولوژی او تاثیر منفی میرساند و در او بیشتر همین نوبسمونی روحی یا که پوشیدت روحی بیشتر به نظر میرسد. با مانند همین میگیم که همین روح افتادگی هم هست در اینجا دیده میشود که همین حالت های استرس و دیگر حالت ها دیده میشود، لیکن اساسی سرچشمه همه این ترس است. یعنی که ترس از کرونا ویروس بیشتر امروز علما میگویند که همین سبب های خود ترس هم است. یکم سبب ترس اینه که بیولوژی است، اینه که سرایت همین با کسری سرایت شدن است و دویم سبب اساسی سبب اقتصادی است، اینه که پس رفتن اقتصادیات بسیار همین ترس هستند که امروز در بسیار نفران همین میگویم که حالت های همین پرشده روحی دیده میشود و سیوم اساسی همین پسیکولوژی است، یعنی که ترس های پسیکولوژی خود مفهوم خود ترس و وقتی که در انسان همین ترس ها بیشتر دیده میشود نشونه های ترس نشونه های اومان ترس همین چطوری که گفتم رو افتادگی همین ها هستند، لیکن از همه اساسیش با انسان با پسیکولوژی انسان امروز در علم پسیکولوژی یک مفهوم استفاده برده میشود با مانند مفهوم یعنی که بیماری پسیکوسوماتیکی
بیماری پسیخوسوماتیک خودی مفهوم خودی پسیخو اینه که روح است و سوماتیک تن انسان است. وقتی که انسان بیشتر و دور و دراز در این حالت رفتودگی و در این حالت ترس او رو فرا میگیرد، در رو همین بیماری پسیخوسوماتیک در رو انکشاف میواد. به مانند از همه چیز عادی ترین پسیخوسوماتیک، من مثلا یک دوستی مو هستم، هر وقتی که اگر سکوازنیک شود، همین میگیم که بادغر اگر شود، اگر همین شمال شود، اگر او بیمار میشود. برای چی؟ چون که بیماری در روی پسیخوسوماتیکی دیده میشود. یعنی که او برای خودش دستور میدهد که وقتی که همون شمال میشود او بیمار میشود. آن همین واهمه ها و آن همین سبب های ترس آورده میرسند به بیماری پسیخوسوماتیکی. برای من از این چیزها برای خود را امین نگه داشتن بیشتر وقت همین با بسیار آوازه ها امروز ما داده نشویم. سلامت باشید. و امروز مچ خیلی که در بالا هم قید کردیم، سهم روزنامه‌نگاران و واسطه اخباری عامه در از بین بردن تهلوکه، از بین بردن چه خیلی که استاد گفتند ترس در بین جامعه خیلی باید نظررس باشد. و استاد یک تهلوکه که بین مردم فر اومد، شما چی گونه بها میدهید و در همین جا آیا نوشتی ان همان روزنامه‌نگارانی که خواستند یک در اینجا یک بهای مثبت برای خود گرفتگی باشند، یا اینکه گویم یک ریتینگ کسبی برای خود برای این کار به دست آورده باشند، چی بود مرامد؟ تشکر. خوب واقعا هم در عصر اطلاعات زیستن بسیار دشوار است، در حالی که ابزارها زیاد است برای پهن کردن اطلاعات. اگرچه قانون گذاری، اگرچه کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان برای هر یک نفر گرفتن، جمع آوردن و پهن کردن اطلاعات را کفالت داده باشد، این هرگز معنی ندارد که ما هر اطلاعی که به دستمان آید و آن را به طور خودمان پهن کنیم از دید خودمان. چون در این مورد پیش از همه در ما باید نظر انتقادی باید انکشاف یافته باشد، یعنی به هر یک موادی که پهن می شود باید با سوالی برای چی من به این باور کنم، این تو کجا گویم صحیح است، من به این رسمی دارد یا نه. حتی همون آوازی که چند پیشتر از جانب یک رسانه خارجی از جانب رادیو آزادی پهن شد در مورد اونی که اگرچه در آنجا کلمه کرونا ویروس گویم ذکر نشده باشد هم، اما اون چقدر تهلوکه به میان آورد که واقعا سبب گردید یک نشست فوری مطبوعاتی از جانب گویم مقامات اجرایی دولتی ولایت، از جانب خودمان تندرستی تهیه شد و گویم یک فرصت خوبی به هم بود که به آن آتشی گویا هنگامه ها آب زدند. اما خوب چی باقی ماند گویم در حاصل آن، گویم حاصل آن آوازه ها چی شد؟ هنوز هم مردم سوال میکنند، مثلا نخواد در همسایه ها ما هست، در ما چرا نباشد؟ منطقا فکر کنیم آن نفرانی که برآمدند سخن کردند، این موقع رسمی بود، این موقع دولت بود و آنها گفتند و آنها مسئول هستند نزد هر یک سخنی گفتهشان. پس ما پیش از ما وقتی سلامتی خودمو نزد دکتر میرویم، ما به دکتر نمیگیم که ما را چگونه معالجه کند. ما به دکتر باور میکنیم. اینجا بسیار چیزی مهم است. بنابر همین در اینجا شرط مهمی باوری است. وقتی اطلاع هست ما باید پیش از ما به اطلاع رسمی توجه کنیم، به خاطر اون که شرایطی که تاجیکستان دارد دیگرگونه است و مثلا ما در یک مورد بسیار مهم توانستیم درهای خودمان را پوشیدیم. بله. یک مدتی شد که مثلا ما گفتیم که دیدیم که احساس کردیم به خاطر پیشگیری گوییم سرحدها رو بستیم، گفتیم که واقعا هم این یک فرصتی است که ما باید احتیاط شویم. و در این فاصله مثلا ما در داخل مشاهده میکنیم که رسانه های داخلی البته سر این موضوع بسیار گوییم مناسبتی گویم باشعورانه و بسیار مشکافانه دارن، به خاطر اون که اطلاع رسمی که هست میگیرند پهن میکنند. و مثلا متاسفانه رسانه‌های خارجی همیشگی اونجا مثلا سیاسی ریداکسیونی اونها دیگر است و همیشه اکنون تنها یک خواهش از جانب خودی بیننده و شنونده و خواننده است که در این مورد همیشگی از عقل کار گیرند. بله. همیشگی دانند که آنها در تاجیکستان زندگی میکنند، همیشگی دانند که مثلا آن نفرانی که برای شما اطلاع رسمی را دادند آنها مسئول هستند. بله. آنها به سخن خودشان جواب میدهند. بنابر همین هرگز آنها به ما دوری که برای سلامتی ما ضرر میکند طبیب هرگز پیش بینی نمیکند. بنابر همین اینجا شرطی باوری است. قایب اندیشید خودم سلامت باشید. در حقیقت استاد درست قید کردند که همین از جانب رادیو آزادی یک گزارش نوشتن و در بین مردم پهن کردند که توانست که یک تهلوکه خیلی زیاد رو در بین مردم، در بین جامعه به میان آورده باشد. شما همچون یک فعال جامعه شهروندی امروز در بین جامعه بسیار کار و فعالیت دارید و میخواستیم ان همین نوشتجات، ان همین گزارش از جانب مردم چی گونه پذیرفته شد و تا کجا تهلوکه بین مردم انداخت مرامد؟ تشکر زیاد. خیلی که اینجا استادان ارزمند اشاره کردند و محترم جناب عالی در هر سخنرانی خیش ذکر می‌دارند که وسایل اخباری عامه یعنی شبکه‌های تلویزیون، رادیو و اینترنت رسالت رسانیدن اطلاع سری وقتی به جامعه را دارند و چون که اشاره او رفت، من گمان میکنم که این
овозаҳое ки мардуме ки хеле ки дар инҷо устоди шоҳра кардан он нафароне ки мехоҳанд бо як овозаи беасоси худ мавқеи худашона дар байни ҷомеа пайдо кунанд, он нафароро ман ҳис мекунам ки ё душмани миллати тоҷик ҳастанд ва ё гӯё ки интизор бошанд ки кай ҳамин вируси марговар ба тоҷикистон мебиёяду ва ё хабар паҳн кунанд. ман нахуст аз ине ки ин хабара иттилоъ паҳн кардан, ман лаънат мехонам ба ин нафаро ки бе муоина ё ки бе ҳамун санҷиш ҳамин хабара паҳн кардан. пири табибони машриқ замин абуалӣ ибни сино мегӯянд ки воҳима ними бемориист ва оромӣ ними сиҳатист ва сабру таҳаммул кардан аллакай ними шифоёбӣ аст. ва воқеан ам инҳо танҳо интизор набуданд ки ин хабара паҳн мекунанд, ҳатто рӯзҳое ки ташрифи муҳтарам ҷаноби олӣ ба вилояти суғ ва расми иштирокашон дар тантанаҳои идонаи ҷашни даҳсолагии ҷашни ҷаҳонии наврӯз буд, инҳо аллакай чӣ карданд ки дар кишварҳои ҷаҳон аллакай бар вобаста ба пешгирӣ ва карантин эълон кардани вируси марговар тадбирҳо андешида истодааст. барои чӣ тоҷикистон аз ин чиз нест? яке аз намояндагони расмии созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ вақте ба тоҷикистон ворид мешавад ва таҳлилҳои худа мегузаронад, мегӯянд ки дар тоҷикистон касе ҳаст ки ҳамин миллата ҳамин давлат аз ҳамин вирус эмин нигоҳ медорад ва шарофати ҳамин марди наҷиб, ман гумон мекунам ки ба шарофати муҳтарам ҷаноби олӣ ки ин қадар азму иродаи давлатсозию давлатдорӣ доранд, ин қадар аз ҳамин вирус гумон мекунам ки дар тоҷикистон имрӯз хуруҷ накардааст. барои ҳамун имрӯз лаҳзае фаро расидааст ки мо он чизе ки мана мутахассисҳо дар инҷа ишора карданд, устодҳо ишора карданд ки ин тарс аст, ваҳм аст, ҳамин ними ҳаёти моро ҳамин тарсу воҳима мекушад. барои ҳамун лаҳзае фаро расидааст ки журналистҳои мо, рӯзноманигорони мо, мардум ва имрӯз мардум ба ҳар як сухан, ба ҳар як андешаи рӯзноманигорон бо чашми нигаронӣ интизор ҳастанд ки имрӯз рӯзноманигорони мо чӣ мегӯянд. воқеан ҳамун то лаҳзае ки намояндаи расмии раёсати тандурустии вилоят баёни андеша кардан, тамоми мардуми на танҳо вилояти суғ, тамоми мардуми тоҷикистону тоҷикони бурунмарзӣ ба сухани мутахассис ниёз доштанд ки ҳақиқат то кадом андоза аст. барои ҳамун бинед дар дигар кишварҳо аз ҷумла кишвари туркманистон аллакай манъ кардан ба хотире ки мардум ба таҳаллука наафтад. он нафарое ки ҳатто ҳамин калимае ёки ҳамин ибораи коронавирусро мегиранд ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. барои ҳамун имрӯз мардуми шарафманди тоҷикистонро даъват ба амал меовардем ки ба овозаву ҳар гуна асосҳои чи овозаҳои беасос бовар накунанд ва танҳо аз тавсияи мутахассисон ки аллакай ин аз ҳамун замони абуалӣ ибни синои дигар бузургои мо ки ҳаст ҳамун тозагӣ гарави саломатӣ ба ҳамун риоя кунад. саломат бошед. ва дар ҳақиқат чӣ хеле ки дуруст қайд кардед ки вақте ки ҳамин нуқта, ҳамин ишора ба мардум расид, мардум, тамоми мардуми ҷумҳурии тоҷикистон дар интизори он буданд ки кай намояндагони мақомот оё тасдиқ мекунанд ва ё сухани ҳақиқате ки ҳаст ба мардум мерасонанд. ва хушбахтона аз ҷониби раёсати тандурустӣ вилоят шахсан устод дар инҷо ҳузур доранд. вақте ки сухани ишон ба мардум расид, мардум дар ҳолати оромӣ нишастанд ва мо ҳозир то он дараҷае ки ба навор такя мекунем. инҷо мехостем ҷавонони фаъоли вилоят нишастанд ки фаъолони шабакаи иҷтимоӣ ҳастанд ва дар ҳамон лаҳзаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле як баҳсҳои тезу тунд ба миён омад. мо то он дараҷае ки вақте ки хондани намозҳои панҷвақтаро дар масҷид, яке аз аввалин шоҳ шуда, вақте ки ҷумҳурии тоҷикистон муваққатан манъ кард, бубинед ки шаҳрвандони тоҷикистон аз ана ҳамин хабарҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ буду мардумро ба таҳаллука овард, ба ҷумҳурии узбекистон, ба ҷумҳурии қирғизистон барои адои намоз ворид мешуданд. яъне то он ҷое ки мақомот фаҳмид ва пеши ҳамин роҳро гирифт. яъне дар ана ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ гӯё ки давлат муқобили дин, давлат рукнҳои диниро барои иҷро расондан монеагӣ эҷод мекунад, иқдом кардааст. лекин имрӯз мо самараи ана ҳамин иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро мебинем ки хушбахтона дар давлати мо ана ҳамин бемории тоҷдор нест. бубинед ки имрӯз дар муқаддастарин ҷой, дар ана ҳамин ҷое ки яъне ҳаҷи акбар мегӯем, дар ана ҳамин каъбатуллоҳ, имрӯз муваққатан адои ҳаҷ дар онҷо боз дошта шудааст. яъне дар замони зиндагии пайғамбар ҳам, вақте ки дар замони бузургон ҳам, вақте ки зиндагӣ мекарданд, мегуфтанд яъне ҳар як кас дар соҳаи худаш мутахассис аст ва имрӯз ҳолате ҳаст ки мо аз ҳама бештару бештар ба сухани табибон, ба сухани мақомотҳои ҳукумат, яъне тандурустӣ бояд ки гӯш дода бошем ва сухани ҳақро аз забони онҳо гирифта бошем. марҳамат, ҳоло сухан ба ҷавонони фаъоли вилоят. як чанд рӯзе қабл дар радиои озодӣ як хабаре нашр гардид ки гӯё ки дар тоҷикистон корона
2019 وارد شده باشد و همین حالت را یک مرد 60 ساله ناهی جبار رسول را به وفات رسیده باشد به فوت. این خبر بار دیگر اثبات خود را یافت که بر دروغ بودگیش را و بار دیگر اثبات شد که رادیو آزادی یعنی که این رادیو غیر رسمی تاجیکستان به منفعت های به ساز و نوای دیگران خدمت میکند، برای که اگر آنها در حقیقتا تحلیل بررسی میکردن موضوع را و کمتر سراسیمه وار نمیشدن این موضوع آشکار شد تا اون زمانی که اینها وزارت تندرستی یا ریاست تندرستی ولایت سوخت این نشریه را بیان ساختن، اینها سراسیمه وار این وی را در شبکه اجتماعی جا کردن و خوشبختانه تیر اینها خاک خورد و یعنی که سحر همون روز وزارت تندرستی ریاست تندرستی ولایت سوخت با طریق پخش مستقیم در شبکه اجتماعی برآمد کردند و تمام آن گفتهای آنها را انکار کردند با فکت و دلیل ها. و من همچون یک جوان فکر میکنم که رادیو آزادی با نوای دیگران مینوازد، یعنی که با منفعت دیگران و از مردم شریف تاجیکستان خواهش به عمل میبرم که ما باید سراسیمه نشویم و به هر گونه خبرهای بی اساس رادیو آزادی با تکیه نکنیم، چون که این یک بار دو بار نیست است. این حالت چندی مراتبه ای که رخ میدهد که رادیو آزادی با خبرهای پوچ بی اساس خود عقیده مردم رو و یا که زیر ایدئولوژی مردم یعنی که شعور مردم تاثیر میکند. وسایت اخبار عامه در جمهوری تاجیکستان خصوصا وسایت اخبار عامه که در داخل فعالیت میکنند، من فکر میکنم که در همین شرایط وزنین جهانی رسالت خود را به درجه اعلی اجرا کرده ایستادند. ما شهروندان همیشه نیاز به اطلاعات داریم. اطلاعات خوب وقتی که ژورنالیست با اطلاعات کار میکند پیش از همه منبعش دقیق باشد. متاسفانه رادیو آزادی چنین نویسته بود، اول ساعتی 15 تا کم 12 وقتی که خبر نشر کرد در آنجا یگان واژه احتمالی وجود نداشت. وقتی که ساعت 12 شد من باری دیگر در آمده دیدم همین واژه احتمالی همراه کردگی و چیزی دیگر همین که وقتی که همین چیز همین خبر وای شد در همین خبر منبع ذکر نشده است، خیلی که منبع از خادمانی تندرستی میگد نامش را افشا کردن نخواست و اون خبرنگار منطقویه که کی هست چی هست چی کاره هست آیا وای ژورنالیست است یا نیست همین را هم نه نامش ذکر شده است نه دیگر. باز یک نفری دیگر معاونی سردختوری همون ناحیه جبار رسولوف را ذکر کردن که وی آدم کاملا اینقدر به همون سطحی که واهمه انداختند و هنگامه کردند اینقدر وضع سلامتیشان بد نبوده است. در اینجا تاجیکستان هم از جهت شرایط هم از جهت تمدن هم از جهت معرفت که مردم فرق کننده از دیگر منطقه هستند همین چیز به آگاه هستند. ما مردمی نیستیم که مثال یک کسب بدی خواهیم، ما مردمی نیستیم که همسایه به هست ما امروز اومدیم به شادی کنیم که در تاجیکستان نیست. ما چخیلی که وسایط اخباری هم میبینیم تمام مردم تاجیکستان برآمده در همین همدردی بیان کرده ایستادند. خب مردم نباید در هراس باشند، ترس آغاز مرگ است. کسی که ترسید حتما همین چیز به گرفتار میشد، هیچ وقت ترسیدن در کار نیست. ما تیار هستیم که به همین برای مردم شریف تاجیکستان خبرهای درست و دقیق را رسانیم. وسایت اخبار عامه دولتی هم تیار است همین چیز برساند. در اینجا روانشناسان هستند با شما مصلحت های خوب میدهند جهتی به همین تهلکه نافتادن و وزارت تندرستی کشور همیشه برای شما اخباری صحیح را پیشنهاد میکند. هیچ کس نمیخواهد که ملت بیمار شود، هیچ کس نمیخواهد که این ملت به درد گرفتار شود، هیچ کس خبری حقیقت را پنهان کردنی نیست از مردم. باشد میگوییم، نیست همین چیز، نبودگی چیز ما چخیر گوییم. سلامت باشید و چخیلی که ما برنامین گزارش رادیو آزادی نظر میکنیم در اینجا چخیلی که قید کردند هم تغییرات به متن دیده شد و همزمان در آنجا گفته میشود که انامون بیماران طبیبانی که در بیمارخانه کار میکردند وضع سلامتی خوب ندارند و گویا که در زیر قرنطینه خیلی شدید قرار دارند و ما حالا روی میآوریم به نوار بعدن ادامه میدیم. مرحبا. خواستن دایر به آن آوازه هایی که درباره من پهن شد ابراز اندیشه کنم. من معاون سرتبی ساختار گستری ناحیه جبار رسولوف
کار و فعالیت میبرم. از بس که بلندشوی حرارتی بدنم مشاهده شد که مرا به کارانتین در بر گرفتن. من این حال در شعبه سرایتی شهر خوجند قرار دارم. صحت سلامت میباشم. از شما خواهش مینمایم که گپ های هر خله بر دروغ باور نکنید. نتیجه های تحلیل های از ما گرفتن همش منفی برآمد. ما خرسند هستیم. همیشه ما و شما را خداوند در پناهش نگاه دارد. تشکر. همین خبری بر دروغ که از جانب رادیو آزادی شد، شما چی گونه قبول کردید؟ اولین که وقتی که با ما رسانیدند که همین آوازا پخش شده شده است و در سامونه رادیو آزادی همین سخن هست، وقتی که ما در واقعا ما حادثه میدونیم و کدام مقدار در کجا و منبع سرایت اون چی بود و در کدام حالت کی قرار داشت و وقتی که مولی تو این رسم در رسانه های رسمی برآمدند، ولی این معلومات ما علاقه کاربری کرده بودیم و اون شخصانی که حقیقتا در آنها یا در تماس بودند، در شخصانی که بلندشوی حرارت بود، ما اونها رو علاقه بیستری کرده بودیم و من شخصا با خودی معاون سردختوری بیمارخانه نوحی جابر رسولوف هم صحبت بودم و اون حالتی که در نویسنده‌جوچی رادیو آزادی که پخش شده بود، فهمیشی من دیگر شد نسبتی که برای چی شخصانی که نمیدونن واقعا آگاهی اون کاری اون عملهایی که رسانده شده ایستاده است و اون حالتی که واقعا دیده میشود، نوبسته از اون بیگون دلیل ها با همین رسانه ها، این میدونی چی میگوید؟ این بیمسئولیتی. بغیر از این یک سخنهایی که یک خلق به یک توجه دیگر یا که به فهمیشی که به یک وهمه می‌دارد و ناآرام می‌سازد، طبیبان باید کارهای خودشان کنند. بله بله. اگر رسمیت دلیل خود نباشد، من نمی‌فهمم برای چی تو این دم بعضی رسانه ها این چیزها رو به همه معلوم می‌کنند. بغیر از این من یک چیز میگم که باور کنید، من برای پیشگیری بیماری های سرایت، نه بلکه فقط نوی کرونا ویروسی کووید 19، بلکه پیشگیری بیماری های دیگر سرایتی هم این کارها رو با انجام میرسانیم. عینا من همه ما میدونیم که وقتی که یک بیماری سرایتی ویروسی که اومد، یک اهل اویله اگر بیمار گرفتاری بیماری شده باشد یا سرایت یافته باشد و التهابی راههای نفس به نظر رسیده باشد، اگر کارهای پیشگیری کننده یا که همین قرنطینه که در خانه اگر همین نگاه ندارید، نقاب نپوشید و هنگامی در تماس بودن نزدیک اگر باشید، اگر اهل اویلتون گرفتاری سرایت می شود، شما منبع سرایت که هستید با خانه خود که در آمدید، شما منبع سرایت علاقه به خانه خود در آمد و علاقه یک چند نفر رو سرایت می یابد. وقتی که اگر شما ما اگر همون شخصی که سرایت یافته و گرفتاری بیماری که و منبع و هنگامی که طریق گزارشی اون که معلوم کردن هوایی و قطروی می باشد، اگر ما این منبع اگر برطرف کنیم، آیا سرایتیابی این اویله مشاهده می شود؟ نیکوخی. از این لحاظ ما انمی کارهای قرنطینه رو با انجام می رسونیم. بغیر از اون وقتی که مشاهده شد که اون شخصانی که با یک دیگر هم کارمندان تیپ و هم اهالی که شهروندانی که این گفتی اون رو ندارد که همه اونها با هم بیماری فوتی در یک وای بودن، در علاقمندی زیچ بودن. باور کنید بیماری هست که بیماری سرایتی هست که در داخل بیمارخانه مشاهده می شود و بیماری سرایتی هست که در بیرون از بیمارخانه مؤسسه تندرستی مشاهده می شود، یا به زبان روسی گویم گفت внутри больничная инфекция می گویند، вне больничная инфекция می گویند. ما این رو به نظر گرفتیم اخی، ما با اون نظر داشتی اون بیستری نبودیم که شاید در بیمارخانه بیماری سرایتی داخلی باشد و کارمندان از این شدن و برای که با اون نظر داشتی اونه که اهل اویله خود رو با این نمودی میکرو ارگانیسم ها سرایت نیابانند، از این لحاظ ما اونها رو بیستری کردیم و هنگامی که معین نمودیم که یک چند نفری اونها در اویله علاقه رفته علاقمندی داشتن و اهل اویله اونها رو ما برای قرنطینه گرفتاری نمودیم که اینها منبع سرایتی دیگر اهالی
شهروندان سالم نگردند. تنها با همین نقطه نظر این کارها عملها انجام رسانده شد و بغیر از این همه کارهایی که با انجام رسانده شد این طبقی سنت های و میار های سانیتری اپیدمیولوژی با انجام رسانده شده است و هر یک در همین حالت با متخصصان اپیدمیولوژ ها تحلیل گردیده، منبع شرایط اینها دریافت گردیده و شخصانی که گرفتار این بیماری می باشند و علاقمند با این بیماران بودند همه همین معین کرده شد. پس از آن نوبست از آنه که این گرفتاری کسری کرونا ویروس می باشد همه کارهای بی‌ضرر گردانی طبق طلبات های ضروری با انجام رسانیده شد. این همیشه و همه وقت کاربری انجام داده می شود. در این روزایی که ما امروز باید آمادگی بلندی کارهای بی‌ضرر گردانی بلندی آمادگی برای پیشگیری انتقال کرونا ویروس کووید 19 داشته باشیم، با نظر داشته همه عمل ها با انجام رسانده شد. سلامت باشید. امروز شما با کدام سامانه ها کار و فعالیت میبرید؟ یعنی معلومات رو مردم میتوانند معلومات های صحیح رو از کجا دسترس نمایند؟ معلومات رسمی در سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان که مه تیجی نام دارد، در آن همه معلومات های رسمی که در جمهوری تاجیکستان به وقوع میآید و به قید گرفته می شود در آن پیشنهاد کرده شده است، نه بلکه فقط معلومات ها اوید گرفتار شوی یا که گرفتاری به قید گیری یا برای نظارتی قرار دادن، بلکه در آنجا کارهای پیشگیری، کارهای فهماندهی، ریوی گیگینی شخصی و کدام کارهایی که در صحیح تندرستی جمهوری تاجیکستان از جمله در ولایت با عمل رسانده میشد در اونجا انعکاس شده است. خب استاد، باز برمیگردیم به همین نقش شبکه های اجتماعی برای امروزه جامعه را آرام نگاه داشتند و امروز شما چی پیشنهادها داشتید که روزنامه‌نگاران ما چخلی که استاد قید کردند با استفاده از همین سامانه های دولتی رسمی با نشان دادن منبع اساسی مواد همین مواد ها رو گرفته در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام جای دهند؟ یعنی روزنامه‌نگار باید در همین وقت ها کدام وظیفه را اجرا نماید؟ مرمد بله، تشکر. خانم بسیار نکته مهمی گفتید. من یک نکته ایلاوی منطقی همین سخنی شما مشاهده کنیم، اگر استفاده برنده های اطلاع آنهایی که همین خبرها رو پهن کردن در میسنجر های وایبر، واتساپ، تلگرام دیگری دیگر یا در شبکه های فیسبوک ادنا کلاسنیکی تخمین مشاهده کنید، آنها استفاده برنده های فعال هستند، آنها جوان هستند، سن و سالشان تخمین از 15-16 تا حدود 40. بله. آنها زبان روسی رو به هر صورت بلد هستند در برابر زبان مادری خودشان، اما یک مشکلی دارند. آنها اطلاع رو، کارکرد اطلاع رو نمیدانند. مثلا هر چیزی که پیش آمد خوش آمد پیش پهن میکنند، اما به هر یک اطلاع باید مناسبت با شعورانه باید باشد. انا همون نظر انتقادی گفتیم که نخود کی گفته است و اون نفر نفری مسئول هست از زبانی که هرگز جمله بنا به اطلاع نفری که نخواست نامش افشا شود، این مثلا خبر علاقه با اعتماد نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اون که من یکم سوال میتونم، همچون کارمندی که زیاده از 20 سال اینجا در صحیح تلویزیون کار میکنم، کی باشد که و اطلاع اینقدر گویم جرأت کرده داد است؟ بله. برای چی جرأت گفتم؟ برای اون که نوسنجیده است. بله. و جوابگری دارد اون نفری. بله. که حتی نفری که مثلا حاضر، من باوری دارم که نمایندگان رئیس تندرستی و دیگر مقامات علاقه سری این مسئله، اون نفری که مثلا گویو اگر واقعا اگر و افشا شده باشد. بله. بله. که گویو کی اون نفری که اون اطلاع پهن کرد، البته سری این مسئله کاربری میکنه، اما مناسبت باید به اطلاع با شعورانه باشد. بله. شما 1,500 سامانی به سمارت فون خریدید که همه برنامه ها از پلی مارکت بولگیری میکنید. بله. فرزندتون شما پیوست کرده میتونید خورسند هستید که تمام دنیا زیر کفی دستی ما. بله. اما مناسبت شما باید در دایره قانون گذاری باشد. بله. نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه ساخت سکندری داند. بله. بنابر همین هر یک اطلاعی که از جانبی مثلا فرض کردیم تلویزیون اس ام یک اگر اطلاع پخش کرد چی میگفت؟ اس ام یک گفت. بله. این من بابای باور میکنم. بنابر همین من سال 2007 در ژاپن بودم، در یک برنامه آموزشی جوانا بود، اونجا یک با واسطه اخبار عامه صحبت کردیم، گفتم مهمترین چیزی که شما از گویم تلویزیون ها تماشا میکنید چی؟ گفتن که ما همین روبریکی آب و هوای گوش میکنیم، تماشا میکنیم. شما اخبار زیر دست ما هست، یعنی اون
دولتی مترقی که همون سالهای 2007 علاکه دست اونها سمارت فون بود که اطلاع همش دست زیر دست اونها بود. من پگاه باید همراه خودم چتر گیرم یا نه؟ برای من مهم. یعنی من برای چی این مثال آوردم؟ برای اونکه اطلاع رفتار آدم رو تغییر میده. ما با یک اطلاع تحلیل‌کننده است تمامی گویم انبارهای موقتی مغازه‌های اردش خالی کردیم، روغن‌های خالی کردیم، نرخ سیرپیاز رو برداشتیم. کدام کی توصیه داد گفت که کدام دکتر گفت که واقعا سیرپیاز از بیماری مثلا اوروی یا مثلا کرونا ویروس کووید 19 او رو نجات میدهد یا اسپاند دودی اسپاند. یعنی این مسئله هست که در عصر 21 ما باید کمتر شعور و مناسبت همون باید دیگر کنیم. همیشه که یکم ما از همین فرصت خواهش میکنم از بیننده ها یک نکته رو خواهش کردنی هستم که نفرانی که این اطلاع پاک کردن بیشتر جوان ها هستن. به اون نفرانی که کلانسان هستن مناسبت میکنیم بدون چی میگن؟ پیشانیتون باشد همین چیز میبینید میگن. یعنی اونها بیشتر ایمانشان بلندتر و دیانتتر هستن. اونها به امروز آینده خودشان گوی خوشبین هستند. برای آنکه یعنی آنها که مشکلات زندگی رو بیشتر دیده آمدن میگن که اگر در تقدیر باشد این چیز گریز نیست، اما احتیاط شرط مهم است. در فاصله احتیاط ما نباید به تهلکه داده شویم. در مثال مثلا رسانه های خارجی که مثلا دور نمیرم روسیه، ما شبانه روز همه روز میبینیم که چقدر ژورنالیست ها از موقع بلند اجتماعی شهروندی خودشون برای به تهلکه نامدنی مثلا ساکنان روسیه رولیک های کتاه کتاری موقع خودشان میستن میگن که ما در مرحله قرار داریم که هر کس باید در خانه خودش باشد. در خانه بودنی شما سبب امین ماندنی والدان شما، پیوندان شما، فرزندان شما. به کی ضرر کرده میگم؟ کی رو به تهلکه انداخت؟ یعنی اینجا سخن درباره مهارت میرد. یک پیشنهادی من از همین منبره که امروز برای من پیشنهاد شد، من از نمایندگان ریاست تندرستی ولایت بسیار خواهش میکنم در مسئله دسترسی به اطلاعات. اگر مثلا دسترسی به اطلاع رسمی دشوار شود، همیشگی ژورنالیست میکوشد که مثلا از همون آواز کارگیری کند، اما میداند که آواز چیز خوب نیست. بله بله. بنا به گفتی فلانی و فلانی که هرگز باید شخصیتش معلوم نیست. بنابر همین در همین گونه موارد ها اگر مثلا شبکه های دولت های همسویه ببینید اینها بسیار فوری، بگذار یک گپی کهنه باشد، یک گپی نوام نباشد، مثلا استاتستیک اموری که مثلا امروز نوام باشد اما یک نفر دویم باشد که نازی منبر رسید گوید که امروز رقم من این است. یعنی مردم همیشگی رابطه رو پیوست کنن. ان همون روز مثلا بریفینگ که طرفی ترقی شبکه فیسبوک گویم طریق زنده اونجا مثلا یک تگمچی که پخش زنده دارد، چقدر مردم دیدن حامله کرن ویروس نبود. نگاه کنید باور کنید چقدر چی در داخل چی در خودش تمام دنیا دید. یعنی ما امروز در عصر اطلاع زندگی میکنیم و این یک گویم به خاطر چی میگه بمب زمین لینو دیسی میگه هر یک رفتاری ما این یک ترکیشی رو ترکیش اجتماعی شدنش هم ممکن است، رفتاری نوجوی ما. بنابر همین سال 1998 در یک سمینار اشتراک کرده بودم و ترینر خارجی بود از تلویزیون پنجمی فرانسه، ژان پل ژیروار بود و دوام دو هفته که برای ما آموزش گذراند سال 1999 و گفت که میدونیم ایلهام، من برای تو یک نکته عجیب میگم، مردم شما بسیار مردم صمیمی هستند. ژورنالیستیکی شمایان، یعنی ژورنالیستیکی پس از شوروی از ژورنالیستیکی اروپایی فرقیتی کلی دارد و شما باید در زمان استقلال خودتان ژورنالیستیکی ملی خودتان سازید. بله. با نظر داشت ارزش‌های ملی خودمون. برای آنکه مثلا ما چگونه من به شما باور میکنم، باور کنید. بله. و وقتی که شما با من یک سخن گفتید اگر از من سوء استفاده کردید، من حتما به 10 نفری دیگر میگویم. بله. به 10 نفری دیگر با من. ببینید ما مردمی بسیار زود باورم هستیم. بله بله. بنابر همین نباید این اطلاعات از زود باوری ما سوء استفاده شود. بنابر همین نکته ای که مهمه که من اینجا گفتم و در انجام با یک بیت مولوی جنبش میکنم، مولانا میگوید که مولوی بلخ میگوید که نظر رو نقص کن تو نقص بینی، گذر از پوست کن تو مغز بینی. ما همین گوه پوست های گرفته پرتوی ما واقعا مغز دیده توانیستن ما در کار و مغز کیها دیده میتوند؟ اونهایی که کم تر محنت کنند سری اطلاع، مخصا هم کسبوی ما که مثلا بسیاری هاشون میگن که چهل در این مورد ما باید ژورنالیست فعال باشیم. قبول، امروز پاتریوتی تو در این حال به ضرری خودت میشود. یعنی در سری اینکه اگر اطلاع رسمی نباشد تو از خودت چی گفته میتوند؟ این بسیار این یک حالتیه که بسیار دشوار است. بنابر همین اگر منبع رسمی، اگر همین نهادها سر این مسئله با دیگر وسایل اخبار عامه، امروز وسایل اخبار عامه نوست از شکل مالکیتشون همیشه همه آنها برای آبادی این وطن، برای ثبات این جامعه، برای امنیت این کشور خدمتگزار هستند. به خاطر اون که ما در یک کشتی قرار داریم. بله.
و خدا نخواهد که کشتی سوراخ شود. و بنابر همین ما برای همین امون بودن همین گیم اون کشوری که ما واقعا هم تاجیکستان بیش آسان میگیم و واقعا برای همین وطنی عزیز ما خدمتگزار باشیم. سلامت باشید. در دولت امریکا وقتی که ما میگیریم نزدیک به نیم میلیون امروز یعنی بیش از 400 هزار نفر به همین بیماری کرونا ویروس مبتلا هستند. یا میگیریم فدراسیون روسیه، ببینیم روزنامه‌نگارانی که مقابل روی راست مقابل و خلاف حکومت و دولت بودند، لیکن امروز در همون بری دولت در کنار دولت و حکومت هستند. بله امروز در کنار دولت هستند و چه خیلی که استادتان یعنی امروز اونها قبول کردند که در یک کشتی هستند. امروز بختی حکومت بختی آنها، آنها دیگر چاره ندارند. امروز خدمت اساسی رو از بعضی نمایندگانی که در اطراف حکومت بودند و کناره جستند همون ژورنالیستان اکثرشون کرده ایستادند، یعنی هستند کمک میکنند که مردم به تعلق نفتند. یعنی ببینید چقدر فعالیت خوب رو کرده ایستادند. و امروز ببینید وقتی که در همون طبابت خانه یگان حالتی سخت وزنین وجود ندارد، لیکن وقتی که ما به متن رادیو آزادی نگاه میکنیم خیلی وقتی که انسان میخونه چه خیلی که استاد قایتند که من خوندم و حیران شدم که نخود واس همین گونه باشد، یعنی به همین گونه نویسند. پس مقایسه کنیم که در دولتی که یگان خل حالت گرفتار شدن به همین بیماری نیست. میخواستم اوید همین مسئله هم ژورنالیستان باید فعالیت نظر است داشته باشند. یک مختصر تشکر باید. تشکر من درست مختصر میگم که یک پرینسیپ اساسیه که مثلا در فعالیت کاری خودم ما همیشه که میگیرم همین است و به روسی پرینسیپ نینوریدی پرینسیپ یعنی به کسی ضرر نرسون. حتی مثلا امروز این تهلوکه و وهمه که مثلا ما میسازیم شاید بعد 10 سال اونهایی که مثلا تاریخ امروزه رو میخوانند به ما چگونه به گذاری میکنند که مثلا روسی به ما میخندند که مثلا این چگونه حالت بود که مثلا ما در فرصتی که تو تمام یعنی حتی تصور کنید که با این ویروسی واقعا وهمانگیز که مرگاور شکر که نامده است و مردم به شوخی میگنند که مثلا هر گونه سمایلیک های و هر گونه صورت ها ساخته علکه در مسنجر های وایبر کارانتین گفته مسخره کرده با پایانش میگن که این گونه مثلا پاندمی هزلومیز و بسیار عجایب رو در تاریخ بشریت کسی ندیده است. این شوخی است. این نهایت بی عقلی است. این کمالی بی شعوری است به خاطر اون که هرگز ما در این فرصتی بسیار مهم پیش از همه برای مردم برای مخصوص همکس ما گفته نیستم که هر یک اطلاعی که به دست میگیرن پیش از همه سنجیده شود به خاطر اون که این آینده آنها رو معین میکنند. مثلا در یک روز مثلا ریتینگ گرفتن ممکن با یک رفتار با یک نوار بله، که مثلا گویم تمام امکانات فیسبوک یوتیوب همش زیر دست ما هست، اما در آینده چی؟ بله. اون ریتینگی که مثلا ما در یک روز میگیریم و باز برای 10 سالهای دیگر بر ضرر ما کار کردنش هم ممکن است. بنابر همین همیشه که قبل از یک کاری رو انجام دادن همیشه که تفکر کنیم، از عقل کار گیریم. بنابر همین انا همون چیزی که ما گفتیم سخن ما باید با عمل ما موافق باشد. تشکر. اچ خیلی که نماینده ریاستی تندرستی گفتن این همه این کارهایی که امروز به اجرا رسانیده شده ایستاده است و آن نفران احتمالی نه تنها به خاطر بیماری تنها کرونا ویروس بلکه دیگر بیماریهایی که امروز میتونه دیگر رو سرایت کنند همین نشانه وقتی که پیدا شد اونها رو به قرنطینه فرا گرفتند. میخواستیم نظر خود رو بنویسیم. من وقتی که ما امروز بیشتر اویدی همین کرونا ویروس با تشویش اومدیم، لیکن امروز از همه وزنترین ویروس این ویروسی یعنی که ایموشنالی است، سرایت شدن سرایت ایموشنالی است. اون زمان بینید در دوام یک روز چقدر با انسان سرایت ایموشنالی شد. امروز ما از این ویروسی که با فیزیولوژی ما تاثیر میرسوند میترسیم و از همون پسیخولوژی یعنی که تاثیر پسیخولوژی با این نوبت نمیگیریم و بسیار میدونند که از همه تبابت وزنترین تبابت پسیخولوژی است. وقتی که شما در این حالت همین ترس و مثلا سرایت شما رو فرا میگیرد آینده با این پسیخولوژی شما اوسیپ پسیخولوژی پیدا می شود. و امروز درباره من درباره ازدحام یعنی پسیخولوژی طلبا میگم، یعنی که درباره طلبا وقتی تاثیر میرساند علمان یعنی که یک پسیخولوژ لبین و میگذارد تحقیقات علمی پسیخولوژی میگذارد با چنین خلاصه میآید که از همه سرعت بالاترین ویروس یعنی که تاثیر رسانی سرایت ویروسی سرایت ایموشنالی است. برای چی؟ چون که وقتی که در روی ایموشنال سرایتی دیده می شود چیزی که اول تاثیر می رساند به همون اراده او اراده سوس می شود، بعد اون با تاثیر می رساند به تمام همین حسیات او تاثیر می رساند، بعد تفکر او تاثیر می رساند، در نتیجه همین تاثیر رسانیدن ملاحظه رانی ها از دور می شود. یعنی که چطوری که گفتن در یک روز مثلا چقدر
خریدن آرد و خریداری بسیار کردن. این هم یعنی که بی‌ملاحظه کاری است. برای من از همه همین تماشابینان از بینندگان خواهش میکنیم که بیشتر یعنی که همون طرف های پسیخالوگی خود را حمایه کنید، ایمین نگه دارید، چون که از همه وزین ترین تبابت پسیخالوگی است و بیشتر از همین چیز آزاد بودن. امروز تفسیر داده میشود از طرف پسیخالوگ تفسیر داده میشود که بسیار همین معلومات هایی که من در باره بسیار معلومات سیستمی گفتن و در باره اطلاعات ها از همین چیز دوری جوید. اون چیزی که نگاتیو است، اون چیزی که به شما ضرر منفی میرسان، از اینها دوری جوید و بیشتر وقت خود رو، توجه خود رو من همین بیشتر با چیزهایی که خوب است، با چیزی که پوزتیو است بیشتر استفاده برید. بیشتر آدمایی که آروم هستند با اونها صحبت کنید. با خیلی که گفتم من سینو بهش گفتند که چیزی اساسی یعنی که آرومی نگاه داشتن در این حالت، آرومی نگاه داشتن است. با آدمانی که آروم هستن با اونها صحبت کنید، بیشتر وقت خود رو برای خواندن کتاب صرف کنید. بسیار یک امکانیت بسیار خوب است که با خیش تبور خود بیشتر صحبت کردن، با اهل اوله خود صحبت کردن بسیار کمک میرساند. مثلا گوش کردن موسیقی و با ورزش مشغول شدن، همه این یعنی که توجه خود رو از همین از کرونا ویروس یا من همین چیزی که امروز مرو سرایت میکنه از وای چیز دور شدن است. برای من از سرایت ایموشنال خود رو نگه دارید. مخیانم امروز چه خیلی که استاد اشاره کردن، بغیر از اونه که رسانه‌های اطلاعی رسمی دولتی و دیگر رسانه‌های خصوصی هستن، امروز بینید جوانان ما اندیشه میکنند که با داشتن یمو یک تلفن موبایلی هوشمند و با داشتن پیوست شدن به شبکه اجتماعی یا که دیگر شبکه‌های اینترنت، گویا که جهان در کف دست وی هست و همه چی امکاناتی که وی دوران میکنند. واقعا هم بزرگان میگویند که اگر خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. امروز مرحله فرار رسیده است، امروز جای شوخی نیست، جای یگان بازی نیست. این خیلی که استاد گفتن تمام جهان وقتی که بلرزه آورده است، باید که ما همون از بیت سعدی شیرازی که در پیشتاق سازمان ملل متحد نویسته است، از وای کار گیریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. روبر دولت ما و شما وقتی که در روزهای نخستین که یعنی ویروس پانشوی شد، با همتای خودشان با پرزیدنت جمهوری مردمی چین یعنی همدردی بیان کردند و اظهار همکاری کردند که ما در مبارزه با این ویروس مرگاور ما چه میکنیم، و همزمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان و دیگر همسایه کشورها. و در روزهای تجلیل از جشن جوانی نوروز که محترم جناب عالی در ولایت سو قرار داشتند، با مردم شریف تاجیک مراجعت کرده گفتند که از این هم روزهای وزنین و سنگینه که بودن ما پسی سر کردیم، با ما خدا خواهد این روزها را هم پسی سر میکنیم. و با اون جوان ها و اون مردمی که امروز در شبکه های اجتماعی کار میکنند و چی است گفتی استاد که و به خاطر یک روزه خودشان را معرفی کردن و معروفیت پیدا کردن باید دور فکر کنیم. برای اون با جوانان عزیز مراجعت میکردم که چه خیلی که من در دیگر کشورها امروز شده ایستاده است، علمان ما، دانشمندان ما، امروز یک مسئولیت مسئولیتی کارمندان سوای تیب نیست. امروز باید که هر یک تای ما رسالت شخصی خودم را، نه بلکه همچون ژورنالیست دیگر همچون ولنتیور در سوای تندرستی بیاییم، هم قدم و همون پالوی طبیب هستیم. ما بیگزور نرویم در اون بالنیست، بیگزور انمو اندیشه های سازنده ای که ما بزرگوی علم و ادب ما دارند وابسته به پیشگیری و پیشگیری انمو واهی ما وای، بیگزور جوانای ما، بیگزور خادمای دینی ما، علمای ما و مراجعت نامه هایی که در اون شبکه های اجتماعی دارند و چقدر امکانیت دارند، باید مردم با دعوت به عمل بیانند که از این وهم و واهی ما که آورده است. ببخشتون من وقتی که نخستین روزی که مردم همه پند کردن و مردم برآمد نوبت ارد به ایستادن، یک روزایی که بود یک حادثه شد که من با همون صاحب کاران و با تاجران که امروز همون سرپیاز و دیگر چیزایی که اگر همون سرپیاز تو میبخشتون اگر فایده میکرد، اگر یگان تا کرونا ویروس در جهان نمیموند. حتی بودن حادثه که اردوی که همون کهنه شدگی شون هم با همین روز به مردم تو کی را فریب میکنید؟ مردمی که آخی همون برادر ما است، همسایه ما است، هموطن ما است، تاجیک ما است، تاجیک خودمو را به خودمو از میبخشید از سیرویتش همون ویروس از همین وایماش تیسر میکشن. برای همون خواهش میکردم که در همین روزای سخت و سنگین پهلوی مردمی سودن نکن. وقتی که در روزای سخت و سنگین پهلوی مردم تاجر ایمو نمیستد، باور دارم که در روزای خوشش همون مردم در پهلوی وای نمیستد. خدا داند که ها باشن گناهگار برانگیزنده ویروسی تاجدار
از این آفت، از این دهشت، از این مرگ خدا جان تاجیکستان را نگه دار. من یک چیز با معلومتی همه میرسونم که روز کردنی معلومات اوید با قید گرفتنی بیماری سیرویتی نوی کرونا ریویسی کووید 19 با منفعتی کرونا می باشد. هنگامی با قید گرفتن این رو پوشیده معلومات کرده نمی شد. خوشبختانه آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون قرارهای دخلدار سری وقت قبول کرده گزارگوهای سرحدی ما سری وقت نقطه‌های سانیتاری کارانتینی تاسیس داده شد در آنجا کاربری پرزور کرده شده است و اینچنین طبق نقشه ستاد جمهوری ستاد ولایتی کارها در درون کشورمون کارها پرزور کرده شده است. دریافت بیماری سیرویتی ها این طبق نقشه آمادگی بلند و انتقال بیماری سیرویتی کرونا ویروسی نوی کووید 19 ادامه دارد و ما کارهای سانیتاری اپیدمیولوژی و دریافت بیماری سیرویتی را با پرزور تر کرده ایستادیم. همه وقت کارمندان صحی تندرستی کوشش در یک جایی با مقامات های دخلدار کوشش به خرج می دهند که همه وقت اوید پیشگیری بیماری ها همه گونه بیماری ها تمام امکانات ها رو براه مانند و تلفن باوری ریاست تندرستی ولایت همش همه روزه و شبانه روز فعال است. این 465-92 ما خودی ما همه کارمندان صحی تندرستی خیلی تلفن های فعال دارند و هنگامی مراجعه ما یکان معلومات ها رو که برای هم ژورنالیستان و کسانی علاوه که شخصانی که شهروندانی که مراجعه میکنند ما هم وقت به پورگی به یکان ممانعت پیشنهاد می نماییم و من باوری دارم که ما یک جایه هممون با یک دلی صاف با اراده قوی نسبتی این بیماری مبارزه میبریم و تمنای آن داریم که منبع سیرویت به جمهوری ما وارد نمی شود. ما باید یک چیز را به معلومات همه رسانم که برای معین نمودن بیماری سیرویتی نوی کرونا ویروسی کووید 19 اول باید منبع باشد، پس از این نشانه های بیماری باشد و پس از آن با تحلیل‌های آزمایشی تصدیق یافته باشد. هر یک حالت‌های التهاب بالای راه نفس و یا حرارت بلند آن را ندارد که شخصیت یا شهروند یا انسان گرفتار بیماری این نوع کرونا ویروس می باشد. لیکن کارهای پیشگیری ریایی گیگینی شخصی از همه بهترین کاری پیشگیری برای بیمارشوی سیرویتی می باشد. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، این بود برنامه نوبتی تحلیلی سیاسی امنیت و جامعه. تا برنامه آینده خیر، سیادمند و سلامت باشید.